بسم الله الرحمن الرحیم. در درس 47 تجوید قرار داریم. در این درس ما میخواییم که بیان تفخیم و ترقیق بکنیم، یعنی چی رقم ما پر خوانده میتونیم و چی رقم نرم میخوانیم. مطلبش اینه میاسته ما آیات 19 و 20 سوره البقره را در درس گذشته بر شما تمرین داده بودیم که بخوانین و احکام نون ساکن و میم ساکن و ادغام ازش پیدا کنین. و امروز ما همی را میخوانیم اما با تفاوت احکام. امروز احکام چیزی دیگر را میخوانیم، میبینیم که تفخیم و ترقیق ما چطور دهی پیدا کرده میتونیم. با وجودی که کم اتون میبینین رنگ کردیمش، باز برشان اول را میخوانم بعد از او باتون میگم که چرا ما این را رنگ هایش مختلف کردیم. خب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوائق حضر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. در اینجا ببینین که ما حروف مختلف رنگا کردیم و اول ما تفخیم شرح میکنم و ترقیق شرح میکنم، بعد از او بالای از این حروف میایم پس دوباره. تفخیم در لغت چاق بودن و پر بودن گوین و در اصطلاح پر خواندن و پر حجم خواندن میگن. و تفخیم در لغت حروف در تلفظ حروف مستعلیه که اگه یادتون باشه هفت حروف پر که میگفتیم خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف و ضا، اینی ده حروف استعلا که بود اگه یادتون باشه، این را برای حروف مستعلیه میگن که یا پر خوانده میشه. و حرف را و لام هم در اینجا بعضی وقت شامل میشه با شروطش. و حروف مستعلیه هرگاه در سکون باشه و یا در متحرک باشه همیش پر خوانده میشه، به خاطر از اینکه صفاتشون صفات استعلا داره. ترقیق چی را میگن؟ ترقیق در لغت نرم و سبک معنی میده و در اصطلاح تجوید نرم خواندن و نازک خواندن میگن. و حروف غیر از این هفت حروفی که ما گفتیم که به نام حروف مستعلیه یاد میشه، باقی تمام حروف به نام حروف مستفله میگن، بجز از لام در لفظ جلاله و الف بعد از حروف مستعلیه و حرف را که در حالت فتحه و دمه باشه، دیگه باقی تمامش نرم خونده میشه. پس تفاوت در لام و حرف را برخلاف حروف مستعلیه تفخیمشان آرویدی است، یعنی فرعی است، نه دائمی، نه اصلی. پس به صورت خلاصه گفتم میتونیم که هفت حروف مستعلیه جمع سه حروف مستفله، باقی تمام حروف نرم خوانده میشه.
خب در اینجا ببینید، در لفظ جلاله ما گفتیم که در لفظ جلاله چی رقم خوانده میشه؟ لام. لام در لفظ جلاله بسیار مهم است. وقتی که قبل از لفظ جلاله، که لفظ جلاله امی الله را میگن، الله لفظ جلاله است. لفظ الله ما قبلش اگر حرف فتحه داشته باشه یا دمه داشته باشه، ما وقتی که الله را تلفظ میکنیم لفظش ایرا ما پر تلفظ میکنیم، رنگش سه که سرخ ساختیم. عبدالله، نصرالله، اینالله، ذهبالله، ایتر پر تلفظ میکنیم. و در صورتی که الف لام در اول به او را پر تلفظ میکنیم. اللهم، الله اکبر. و در صورتی که کسره به پیش از لفظ الله ما چی میکنیم؟ ایره نرم تلفظ میکنیم. بسم الله، من دون الله، فی دین الله. نرم. یعنی تفاوتش بود که در لام در لفظ جلاله. الف در حروف مستعلیه پر خوانده میشه وقتی که بعد از حروف مستعلیه بیاید. بعد از اینمی هفت حروفی را که من بالا بر شما گفتم که خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف و ضا، اینیا بعد از اینکه الف بیاید و الف که میاید خامخا فتحه کتش است، او پر خوانده میشه. اما الف پر خوانده میشه، در غیر از او نرم خوانده میشه. مثلا شما سعی کنین، ما میگیم قال، قال نمیگیم، قال، قالو، خالدین، صادقین، غاصبین، طاغین، ضالین، ظالمین. خب ناله، به خاطر از اینکه وقت کلیپ ما کم است، ما پس به آیت 19 و 20 میریم. سعی کنید چیزایی که من رنگش آبی ساختیم او حروفی است که پر باید تلفظ شوه. از این بعد باید ما متوجه باشیم که چی رقم پر بخونیم و چی رقم نرم بخونیم و کدام حروفی را که ما رنگش سرخ کردیم که لفظ جلاله است. والله، والله، ولو شاء الله، ان الله على كل شيء قدير. ما سعی کنیم، ما همیش قادیر میخونم، نمیخونم قدیر، نمیخونم قادیر، میخونم پر میخونمش. و مثلا یک را متوجه باشین، را در صورتی که فتحه داشته باشه و دمه داشته باشه او پر خونده میشه. و جایی را که ما برای شما مثلا سعی کنین در ابو سو راهم سو ایره پر میخونیم، اضاء لهم ایره پر میخونیم، الفشون پر میخونیم. قامو، ببینین، قامو، قامو، بلند امی الفش ما بلند تلفظ میکنیم. مثلا در میم ما نمیکنیم، ما مالک نمیگیم، ما میگیم مالک، اینی نرم خوانده شد. مثلا چیزایی که نرم خواندم، چیزی که دست عکس در نوشته به رنگ سیاه نوشته کردیمش، او را متمادیم و نرم خوانده میشه. مثلا سعی کنیم، مثلا ولو شاء الله، شاء را سعی کنیم، شاء، ولو شاء الله لذهب بسمعهم، یا من السماء مائی، نرم خواندیمش که فرقش دی نمی هسته. مثلا یک لغت دیگه هم هسته، کلما نرم خواندیم، کدامش که حروف از امی هفت حروف امرایش الف اگه به پر خوانده میشه، در غیر از او نرم خوانده میشه. و در لفظ جلالام در صورتی که فتحه و دمه پیش از حرف، پیش از لفظ الله به او پر خوانده میشه، اگه کسره آمد نرم خوانده میشه. امید است که
این درس فهمیده باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.